درود بر شما دوستان و همراهان باز هم همراه با شما هستیم با یکی دیگر از درس های کاربردی انگلیسی مثل آب خوردن در این درس میخوایم چند تا جمله و عبارت مفید و کاربردی که با something در انگلیسی استفاده میشن رو با هم مرور کنیم تمرین کنیم کار کنیم با هم یاد بگیریم فرا بگیریم و پیش بریم همطور که میدونید something یعنی چیزی یه چیزی امیدواریم که شما هم با تمرین و همراهی با ما تاثیر بسیار خوبی در یادگیریتون داشته باشید توجه داشته باشید که هر عبارت و جمله برای شما سه بار تکرار میشه یک بار به صورت شمرده شمرده و کلمه به کلمه یک بار با سرعت کند و آهسته و یک بار با سرعت نرمال که شما هم زمان کافی برای مرور و رونویسی و روخانی داشته باشید همین که تلفظ عبارت ها رو خوب یاد بگیرید لطفا همراه با کلیپ بیان بکنید صدای خودتون رو ضبط بکنید به صدای خودتون گوش بدید و مقایسه بکنید با بیان در این کلیپ که باعث بشه سپیکینگ شما تا تلفظتون بهبود پیدا بکنه دوستان توجه بکنید در مورد تلفظ TH در something همطور که قبلا هم در درس های قبلی خدمتون عرض شده بود تلفظ TH در انگلیسی کلا به دو صورت صورت میگیره حالت اول که حالتی است که نوک زبون شما پشت دنون های بالا قرار میگیره و سعی میکنید بگید سه مثلا سمیه میشه چی میشه ثمیه حالتی که ما الان قرار باش کار بکنیم در something به این صورته یه حالت دیگه داره به همون صورت که زبونتون پشت دندون بالا قرار میگیره سعی میکنید بگید ز زنبور مثلا میگید چی؟ میگید زنبور این حالت حالت دوم تلفظ تی در انگلیسیه مثل they مثل although خب ما حالا تاکیدمون رو حالت اوله در واقع حالت تی ایش که میگیم سمیه وقتی که زبونمون پشت دندون بالاست مثل something بپردازیم به عبارت ها و جملات مفید و کاربردی با something Is something wrong؟ یعنی مشکلی وجود داره چیزی شده اشتباهی شده Is something wrong? Is something wrong? Did you say something? Did you say something? Did you say something? Do you hear something? Do you hear something? Do you hear something? We want something new. We want something new. We want something new. Has something happened? Has something happened? Has something happened? I want something sweet. I want something sweet. I want something sweet. Ask me something easier. Ask me something easier. Ask me something easier. He is mumbling something. He is mumbling something. is mumbling something I want something to eat I want something to eat I want something to eat I want something to, eat. I want something to read I want something to read. I want something to read. I smell something burning. I smell something burning. I smell something burning. I want something to drink. I want something to drink. I want something to drink. Can I have something to eat? Can I have something to eat? Can I have something to eat? Tom saw something red there. در there حالت دوم تلفظ تی ایج. زبون پشت دندون بالا و میگیم ز میشه the. Tom saw something red there. Tom saw something red there. I want something to write on. I want something to write on. I want something to write on. Please do something about it. Please do something about it. Please do something about it. بسیار خوب دوستان تمرین بهتره که یک تمرین هم در مورد این درس داشته باشیم لطفا یکی از موارد گفته شده رو حتما در قسمت کامنت برای همراهی با ما یکی از مواردی که گفته شد رو حتما کامنت کنید یا اینکه یک مثال از خودتون در کامنت رو نویسی بکنید که منجر بشه به یادگیری شما عزیزان فراموش نکنید که صرفا دیدن یک باره این کلیپ تاثیر زیادی در یادگیری شما نخواهد داشت و حتما باید طبق روش درست و اصولی و علمی تمرین کنید و باهاش کار بکنید همونطور که میبینید روش درست و اصولی و علمی یادگیری در این قسمت برای شما بیان شده اگر میخواید درست تمرین بکنید و از روش درست و علمی یاد بگیرید حتما دوباره این کلیپ رو ببینید همزمان با توجه به صدای گوینده شما هم کلیپ رو متوقف کنید بیان بکنید صدای خودتون رو ضبط بکنید و به صدای خودتون گوش بدید و با نحوه تلفظ گوینده اصلی حتما بیان خودتون رو مقایسه بکنید تا تلفظتون درست باشه فراموش نکنید که مقایسه ی صدای خودتون با صدای گوینده بسیار اهمیت داره و رفته رفته منجر به تلفظ درست و بیان درست و تقویت قوای گفتاری و سپیکینگ شما خواهد شد فراموش نکنید این روش رو بارها انجام بدید روی این کلیپ کار بکنید یا کلیپ های دیگه یا هر کلیپ درسی که خودتون دارید یا هر فایل صوتی که خودتون دارید حتما این روش رو تکرار بکنید تمرین بکنید که منجر بشه به بهبود مجزه آسا در یادگیری شما بی نهایت سپاسگذاریم از همراهیتون بسیار خوب دوستان سپاسگذاریم از همراهی و حمایت شما عزیزان منتظر نظرهای سازنده شما در قسمت کامنت هستیم لطفا فراموش نکنید که با اشتراک ویدئوها اونها رو در اختیار دیگران هم قرار بدید تا بتونن استفاده بکنن همچنین فراموش نکنید که برای دریافت درس های بیشتر و درس های آینده کانال انگلیسی به صاحب خوردن رو حتما دنبال بکنید و به دیگران هم معرفی بکنید بی نهایت سپاسگزاریم از همراهی شما عزیزان ایام به کام خوش باشید